به دنبال افشاگری درباره جاسوس افزار صهیونیستی پگاسوس و فروش این نرم افزار به برخی کشورها از جمله امارات و عربستان سعودی، رسانه‌ها خبر دادند که برخی شخصیت‌های سیاسی، نظامی و دینی عراقی نیز در فهرست اهداف این جاسوس افزار بودند. رسانه‌های خبری لیستی از نام افرادی منتشر کردند که هدف حمله جاسوس افزار پگاسوس قرار گرفتند. طبق آنچه در منابع مختلف خبری آمده، در میان این افراد نام شخصیت‌های سیاسی، دینی و نظامی بلندپایه عراقی به چشم می‌خورد که عبارتند از تلفن دفتر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، برهم صالح رئیس جمهور عراق، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق، علی اعرجی از مقامات بلندپایه ارتش عراق، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و برخی دیگر شخصیت‌های عراقی است. استفاده از جاسوس ابزار مذکور که شرکت صهیونیستی NCO آن را توسعه داده، به تازگی توسط رسانه‌های مختلفی از جمله واشنگتن پست، لوموند، گاردین و چند رسانه دیگر افشا شد. برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از قربانیان این جاسوس ابزار صهیونیستی بوده است.